سرم درد میکرد مشقامو حاضر نکردم دیگه. امروز هر وقت خواستی چیز کن دیگه، تصحیح کن، یعنی بیشتر از قبل تصحیح کن. خب آخه را تو آماده نکردم چون تا الان لوله کشی بودم، حالا آها میکنی باز یه چیزی میشه. باش. خب ملتمس او به به اسعاف رسانی جریان چی بود؟ والی نیشابور طرف گفت آقا من نیشابور خوشم نمیاد، منو بفرست. آها آها آره، ملتمس او به اسعاف رسانی یعنی یعنی اون چیزی رو که التماس دعاشو برآورده کرد. آره اگه یاد باشه پسر این یارو که تکش که شاه آره. شده دادم اومد. آره گفت که به جای نیشابور به من مرو بدید، شکارخورش ملستره. دقیقا پسر تکش محمد خوارزمشاه دیگه. آره محمد خوارزمشاه نیست، نه فکر کنم ناصرالدین اسمش. ناصرالدین شاه، ناصرالدین ملک شاه. ناصرالدین ملک شاه والی نیشابور. نه آره اوکی. پسر بزرگتر او آره. تاکید کرده. آره خب ملتمس او به حساب رسانی و نیشابور بر ملک قطب الدین مقرر گردانید. یو حالا آماده نکردی اینو نخون. ملک قطب الدین دیگه، ملک بر ملک قطب الدین ببخشید. بر ملک قطب الدین واقعا اولش کندن، بر ملک قطب الدین مقرر کردن. این ملک قطب الدین احتمالاً شاد محمد پادشاه بشه، شاد هم نمیشه. بر ملک قطب الدین مقرر گردانید و دست نه دارم دوباره گم میزنم. قطب الدین اون بالا بود، قطب الدین هم مشخص شده بود کیه؟ قطب الدین فکر کنم دفعه اول اسمش میاد. آره خب پس احتمالاً برادرش. بر ملک قطب الدین مقرر گردانید و دست هر دو پسر در این مملکت و حل و عقد و نقض و ابرام قوی کرد. و چون در اثناء اختلاف اخوین خبر نقض پیمان طغرل سلطان و بعد از تومقاج حرکت او و غارت لشکر خوارزم و گرفتن قلعه تبرک که به حشم تومقاج مشهون بود شنیده بود، بر انتقام سلطان طغرل و حل آن مشکل در اوایل شهور سنه 90 و 500 قاصد آن دیار شد. الان این فعلش در واقع به کی برمیگرده؟ تکش. به تکش برمیگرده. اینانج با عمرای عراق تا به سمنان به خدمت استقبال آمدند و از تقلد تقاصیر تقصیرات گذشته را در مقام خجالت و ندامت به استغفار و یا و از تقلد تقاصیر تقصیرات گذشته را در مقام خجالت و ندامت به استغفار و اعتذار اشتغال نمود. تقاصیر به معنی قلاده ها. آها یه جمع تقصیر نیست، من فکر کردم یه جور دیگه تمام تقصیره، فکر کردم با تقصیرات چیزه با هم. نه مثل این که جمع یه چیز دیگه از تقصار مثلا. تقلد هم یعنی به قلاده افکندن قاعدتا. تقلد معنی پذیرتن، گردن بند به گردن کسی انداختن. آها از تقصار و تقصاره به کسره ما القلادتون للزومها قصرت العنق و فسهاه قلادتون شبيهة بالمخنقة وفي الأساس والتقلد بالنقصار بالمخنقة والمخنقة وينه جامعش همشه تقاصير دیگه چیز بسن دیگه دوزاد رفته بالا دیگه تیکشنه عربی نگاه میکنی. نه نه اینو از رو تاج العروس نمیشین. تاج العروس کتاب محبوب مهدوی دامغانی بود توی بیحقی، اگه یادتون باشه پانویسایی که یا حقی نوشته بود مثلا میگفت که اینجا کلمه در همه نسخه ها اینه، ولی مهدوی دامغانی گفته نه این نیست، باید اون باشه، چون توی تاج العروس نوشته این. یه اونم باید در مورد تاج العروس صحبت کنیم. خب آره پس میگه و از تقلد تقاصیر تقصیرات گذشته را در مقام خجالت و ندامت به استغفار و اعتذار اشتغال نمود. خیلی خوب، یعنی به خاطر اون گیرایی که از در واقع به دلیل اینکه با گردنش بند تقصیرهای گذشته بود به استغفار اعتذار چیز کرد. اون آدمی که به استقبال اومده بود
سلطان از او عفو و اقالت فرمود و در مقدمه هم منظورش اینانج بود که در مقابل خلاصش اینه که اینانج اومد جلو جلو معذرت بخوام اینانج اومد جلو جلو گوخوری کردم خلاص بخوام یه خطی شو بگیم. سلطان از او عفو و اقالت فرمود و در مقدمه او را با لشکر عراق بازگردانید. سلطان طغرل نیز با لشکری جرار و سپاهی بسیار به سفرسنگی ری لشکرگاهی ساخته بود و لوای مقاومت و مصادمت افراخته. چون اینانج نزدیک رسید او نیز تعبیه لشکر کرد و لبوس حرب پوشید و سلطان طغرل را گرزی گران بوده است که بدان مباهات نمودی در پیش لشکر میراند و بر عادت این ابیات شاهنامه میخواند: چون لشکر گشت برخواست گرد، رخ نامداران ما گشت زرد. من آن گرز یک زخم برداشتم، سپه را همان جای بگذاشتم. خروشی خروشیدم از پشت زین، که چون آسیا شد بر ایشان زمین. فکر کنم اینو رستم داره یادآوری خدماتش میکنه به کاووس، نیست؟ نمیدونم، اینجا رو هم با شما نبودم. گرز یک زخم یعنی گرزی که چی؟ یه زخم بیشتر نمیزنه با همون یه زخم میکشه. دقیقا. آره، صفتهای باحالی برای گرز توی شاهنامه بود. یکیش یک زخم بود، یک زخم، یه زخم بیشتر لازم نیست، یه ضربه بیشتر نمیخواد باش بزنی. یکی هم اگه یادتون باشه گرز سرگرای، گرزی که تمایل داشت به سمت سر بره. داستان منوچهر، حالا پیدا میکنم. و در اون حالت خود آسیای فلک دانه حیات او را در سنگ فنا آس میکرد و از امیدی که میداشت یأس عوض میداد. از پشت اسب بر زمین افتاد و قتلق اینانج در آن حالت بدو رسید و خواست که ناشناخت او را ضربتی زند. تعریف را نقاب از روی برانداخت. چون قتلق اینانج او را بیافت گفت: مطلوب تویی در این میانه و مقصود از تکاپوی خیش و بیگانه. به یک ضربت نخوت جبروت و ستوت لابد رهبوت از دماغ پر از کبر او ببر. رهبوت یعنی ترس. آها، از ارخاب و اینا میاد. خطفت رهبوت اوکی. آقا ببخشید، اون چیز دیدار سام با منوچهر. سام با منوچهر برای خواستگاری زال؟ نه، وقتی که رو تخت میشینه سام میره به چیزش، به خلاصه پذیرش، بعد داره تعریف میکنه که من چیکار. به خود سام هم میگفتن سام یک زخم میگه، درسته؟ بکنم سام میگفتن سام یک زخم. آره دیگه. آره سام یک زخم. آره آره. توصیفاتی گولاخای بودم از خودشون. رهبوت یعنی ترسی که از سطوت فرد در دل بقیه ایجاد میشه. آره، نخوت جبروت و سطوت رهبوت از دماغ پر از کبر او ببرد و روح او به مرکز اصلی سپرد. با سبکساری چرخ گردان گرز گران سلطان چه فایده دهد؟ و با ستیز کاری ایام و زمان تکاسر جنود و اعوان آیده ای کجا تصور بندد؟ فی الجمله او را بر شتری افکندند و به نزدیک سلطان آوردند و چون دشمن را بدان حالت دید تقدیم سجده شکر ایزد را از اسب پیاده شد و روی در زمین مالید و سر او را که با امیرالمؤمنین الناصر دین الله سر یک دلی نداشت به بغداد فرستاد و جثه او را در بازار ری بردار کردند. و این حالت
این پایان کار سلجوقی هست درسته؟ نمیدونم توقرول اگه اشتباه حالا چک میکنم توقرول سومه که آخری سلجوقی ها میشه. آها توقرول سومه. این راحت و صدور رو بخونیم که برد از این ابهامات و سلجوقی ها در میاره برمیاره در میاره. حتی پایان کار سلجوقیان ایرانه دیگه. آره وگرنه که هنوز هنوز پایان کارشون در نیومده. بله چرا البته بعد اون عثمانی ها یه خورده با سلجوقی ها فرق کردن. عثمانی ها آره. با سلجوقی روم فرق کردن. درست. یه کتاب دیگه هم هست اخبار سلجوقی روم، یعنی خیلی بیکار بودی میتونیم اونم بخونیم. خب چی شد؟ بردار کردن. در این حالت در روز پنجشنبه 29 ربیع الاول سنه 90 و 500 واقع شد و کمال الدین شاعر را که از ندما و مداح او بود گرفته بودند، او را به خدمت وزیر نظام الملک مسعود بردند. وزیر با او گفت که این همه آوازه قوت و شوکت طغرلک آن بود که مقدمه یزک لشکر پادشاه اسلام را یک حمله پای نداشت. کمال الدین در حال گفت بیژن فزون بود کومان به زور، هنر عیب گردد چو برگشت هور. من می‌خواستم بگم بردم با پس گردنی از شعر بکشم دیدم همون کار اتفاق افتاد. چه شعر به جایی گفته. آره چیز بیژن و هومان، بیژن و هومان با هم رفته بودن چیز دیگه، که هومان بیژن رو چیز کرد، بیژن رو خلاصه گولش زد. نه اون بیژن و گرگین بود. آها اشتباه، جنگ دوازده. آها دوازده درسته، که خیلی با باباش کل میکنه که بیا بریم بجنگیم، گیف میشه میگه وایس بابا چیز. آره ولی این آخر سلجوقی ها آخر کارشون چه چیز بودن، چقدر به ادبیات فارسی علاقمند شده بودن، چون نسل اولشون طغرل رو یبغو و اینا اصلا اهل چیزا نبوده. آره نکته جالبیه. همشون میومدن خلاصه چی میشدن؟ بخوری میشدن. آره دستشون پیدا کرده بودن شاعرها، آسیمیله می شدن. آره اغلب شاعرها هم یه جورایی آدم های ببخشید ها نمیخوان کنم بعدی به کار رو برم مثلا آدم حسابی هاشون کم بودن، الان هم همین جوریه بیشتر تو کار مدخ و صنعتی بوده برای خودش دیگه. هنوز هم هست. آره آخه اونایی که کارشون این نبوده خب نمونده آثارشون. مثلا علت این که در مدح مثلا میگن این که فردوسی در مدح سلطان مثلا یه چیزایی گفت خاطر بود که این دیوان بمونه. آها. توی اون خزانه و اون گنجینه پادشاه و از بین نره در گذر زمان. ما اونایی به دستمون رسیده که طبیعتا مدح ها به دستمون رسیده چون در گذر زمان توی خزانه های پادشاه مونده. آره درسته موافقم کاملا. خب بیشتر ادبیاتش متاسفانه. حالا سلطان در ری زیادت مقامی نکرد و متوجه همدان شد و اکثر قلاع عراق در مدتی نزدیک مستخلص کرد و امیرالمؤمنین ناصرالدین الله را طمع آن بود که سلطان عراق یا بعضی از آن بر دیوان عزیز مسلم دارد. ببخشید سلطان عراق یا بعضی از آن، سلطان مزروش هم تکشه سلطان تکه. که سلطان عراق ببخشید که سلطان عراق یا بعضی از آن بر دیوان عزیز مسلم دارد، یعنی بده به بخت. رسول از جانبین شد و آمد می کردند. چون سلطان اجابت ننمود خلیفه وزیر خود معید دین ابن القصاب را با نمیدونم خلع خلع جمع خلع با خلع و کرامات و اصناف تشریفات نزدیک سلطان فرستاد. چون به اسدآباد رسید از اکراد عراق یعنی
در مهزاد ها از اکناد عرب و اجناد عرب سیادت از 10,000 مرد بر او مجتمع بود. اجناد ببخشید اجناد جمع چیه؟ جنود جنود خودش جمع جندیه. نمیدونم آره این های نکته که هست اینه که بین اسدآباد رو دارم، این اسدآباد همون مقام اسدآباد بوده. خب الان که مثلا اجناد جمع جند یعنی جمع جند لشکر هست خالو اکسین های جمالدین. خب بگو بهتار الان ربطش این اسدآباد همدان بله ظاهرن هیچ ربطی به جمالدین اسدآبادی نداره، اینا به زور دارن ربطش میدن. ما میگن که ربطی به جمالدین اون داره، توی ورودیش هم که میری عکس این سه جمالدین اسدآبادی رو گذاشتن. نمیدونم اینا میخوام بگن که این اونه افغانستانه، یه جایی تو افغانستان خود سه جمالدین کسا سه جمالدین افغانی بوده. نه مرساد اسد نیست، اسعده. مرساد اسدآباد افغانستان بوده. مرساد it happens that من هفته پیش در مورد سه جمالدین اسدآبادی مطالعه کردم و یه کنفرانسی هم دادم. منبع هم کتاب آبراهامیان تاریخ ایران بین دو انقلاب. این همون در منطقه همدان بود، در ایران به دنیا اومده. بعد موقعی که میره در واقع به خاطر افکار در واقع جهان وطنی که نه، ولی مثلا پان امت اسلامی که داشته، وقتی که میره افغانستان اونجا خودش رو افغانی معرفی میکنه. این حالا در واقع سورس من کتاب آبراهامیان هست که اونجا هم باز ریفرنس شده. اگه خواستی بهت میگم سورس اون کتاب رو، ولی در مورد زیاد خوندم که خیلی معتبر نیست یروان. حالا اینکه من صلاحیت ندارم، ولی خاله نگاه کن ببین اسدآباد الان داره اون دیگه همه رو دیگه هوا میکنه دیگه، یروان هم معتبر نیست. باشه این سر این یه بار باید بحث شدید خواهم کرد که چرا این حرفو میزنی. ببین آقا حالا این اسدآباد کجاست تو میگی؟ ببین اسدآبادی که تو همدان هست همینجا مثل شما دیگه، پس راتی به اسدآباد جمالدین نداره. چرا نداره؟ خب اگه همه اگه باور کنیم نه اجازه بده، اگه قبول کنیم سید جمال الدین توی همدان به دنیا اومده چه اشکالی داره؟ اونجوری آها یعنی مثلا اول اسدآباد بوده بعد اینجوری اون اینجوری. آره اگه فرض کنیم که افغانی بوده در اون صورت خب حرفت درسته. این نشان تو حالا کنفرانس رو کردی، حالا غیر از اون کتاب جای دیگه دیدی که اصلا نشانی از این باشه که این آدم اونجا به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده، آماده شدی داشته اونجا؟ ببین من خودم که بیشتر از این تحقیق نکردم، ولی میتونم برم نگاه کنم بدم اون از چه کتابی ریفرنس داده. آره. ولی خب جای دیگه هم اینو خونده بودم قبلا، مثلا چیزی که الان اخیرا هفته پیش خوندم و یادمه همینه که بهت گفتم. خب خلاصه چوب اسدآباد رسید از اکراد عراق اجناد عراق زیادت از 10,000 مرد بر او مجتمع بود. کثرت فضول و قلت عقل و فضل او را بران داشت که به سلطان پیغام داد که تشریف و عهد سلطنت از دیوان عزیز مبذول گشته است، از دیوان عزیز مبذول گشته است و کفیل مصالح مملکت یعنی وزیر بدان کار تا بدین مقام آمده، قضای حق آن نعمت اقتضای آن می کند که سلطان با عددی اندک و تواضعی بسیار به خدمت استقبال آید و پیاده در پیش اسب وزیر برود. یعنی این که وزیر فرض رو بر این گذاشت که خواسته خلیفه اجابت شده و اینم باید اصلا احترام هم بذاره. آره نه وزیر داری که آقا شما اگه سلطنتی چیزی داری از صدق سری خلیفه داری یا خیلی محترمانه از اسبتن پیاده شو در تو که دو سلطان میدونی در مقابل وزیر خلیفه پیاده شو اینجوری ادب رعایت کن و بدون که عددی نیستی. آها. اینجوری تکریم و تواضع کن اینجوری منظورشون این هنگا درسته. تا من اینو خواست بگی علی؟ آره چیز کرده. ببین اول اومده گفته که آقا بیا یه نصف عراق رو بده به ما، این گفته نه. بعد حالا داره میگه که آقا به جلو وزیرم، یعنی وزیره داره میگه جلوی من پیاده شو، اینم حالا احتمالاً به دیوار میخوره. آره خویلای ملک و سلطنت
و وقوف بر مکر و خدیعت از استقبال و اقبال بر دفع مکیدت سلطان را خویلای ملک و سلطنت و وقوف بر مکر و خدیعت از استقبال و اقبال بر دفع مکیدت سلطان را باعث شد تا به استقبال او لشکری بفرستاد. یعنی خلاصه دستشو خوند و یه لشکری فرستاد. و پیش از آن که اهل بغداد شام خورند، وزیر را چاشنی بدادند. چی شد؟ این یه ضرب المثله. شام خوردن چاش دادن تعبیری است مثلی به معنی نابود کردن دشمن پیش از اون که دشمن فرصت یابد ضربه ای بزنه. آها، چاشتی چاشنی بدادن. شاهنامه هم اومده تو گر چاشت را دست یازی به جام، وگر نخورند ای پسر بر تو شام. چاشتی همون معنی امروزه؟ به این معنی امروز هم بوده، به معنی دو سه بار گفتیم دیگه، چاشنیگیری شغلی بود و این آره. مقداری از غذا رو چاشنی میدن. چاشتی چاشنی بدادن، وزیر بگریخت و آبروی دارالخلافه بریخت و بر عقب ایشان لشکر تا دینور برفت. دینور خیلی سمت کرمانشاه درسته؟ دینور. آره دینور. آره اون دفعه من اشتباه کردم، بازم منو تصحیح کردم. لشکر تا دینور برفت، ناموس ایشان شکسته شد. سلطان با حصول درم و دینار و خواسته بیشمار با همدان رسید و عمال بر تحصیل اموال به ممالک عراق فرستاد و مصالح ملک عراق را به امرا و گماشتگان مفوض گردانید. اصفهان را به قتلغ اینانج ارزانی داشت و امرای عراق را در خیل او مرتب گردانید و ری را بر پسر خیش یونس خان مقرر کرد و میانجق را به عطابکی او بر سر لشکر نقیب و نواحی دیگر بر این سیاقت منتظم شد و سلطان کامکار عزیمت معاودت با خراسان به امضا رسانید. در راه خبر رنجوری ملک شاه از سبب عفونت هوای مرو بدو رسید، به طلب او فرستاد. چون به توس آمد و صحت یافت، باز امارت نشابور بدو تفویض کرد و خیام رحلت را به جانب خوارزم تفویض و از جهت سلطان محمد اقطاعی در خراسان تعیین فرمود و او را مصاحب خیش گردانید. امیر حسین اون اولی تفویض، دومی تقویض. امارت نشابور بدو تفویض کرد و خیام رحلت را به جانب خوارزم تقویض. تقویض یعنی خیمه برکندن. او تقویض اینجا یه دونه نقطه درست. آره با همین امضا فقط به جای فق افتاده. آره آره. حالا ببین اون پسر دومیه که اسمشو گفته بود قطب الدین، الان اسمشو داره میگه سلطان محمد. آره دیگه، پس این همون محمده، همونه که آره به باد میده. آره کاش داده بود همراه به همون ناصرالدین، شاید تاریخ عوض شده بود. و از جهت سلطان محمد اقطاعی در خراسان تعیین فرمود و او را مصاحب خیش گردانید. چون زمستان سنه 91 و 500 بگذشت، بر نیت قضای قاطر بوگوخان عازم سقناق و آن حدود شد. چون سلطان با چندان جند تا جند برفت، از خبرش قاطر بوقوخان عنان برتافت و سلطان بر عقب او می شتافت. ما قایر بوقوخان داریم به جای قاطر. آها. حالا اینجا استاد یه مقدار زیادی توضیح در مورد قاطر و قایر بوقوخان در این فصل در جمعی مواضع بدون استثناء کلمه اول این اسم قاطر با تاء مصناه فوقیه یا قادر با دال محمله به جای تا نوشته شده است و بعد از این بلا بلا بلا.
هفت مرتبه همین شخص رو اقرب نسخ قادر بوقو با دال محمله دارند و این قرینه واضحی است برای اینکه در این فصل حاضر نیست قاطر به سبا بسد. خلاصه اینجا کلی توضیح داده قزوینی که چرا قاطر رو بر قایر چیز کرد، ترجمه. خب حالا ما دیگه به احترام استاد قزوینی همون قاطر رو میکنم. قاطر بوقو خان انان برتافت و سلطان بر عقب او میشه تافت. از لشکر سلطان اورانیان که هم از قبل اعجمیان بودندی بعضی در لکاب سلطان بودند. اورانیان یا اوراتیان یا اویراتیان نام این خلاصه قبیله است. جماعتی ترکان بودند از خیل مادرش که ایشان را اورانیان خوانندی در جامعه و تواریخ. چی؟ همین چیزی گفت. همون گفتم ترکم. آره. آره. اورانیان که هم از قبل اعجمیان، قبل اعجمیان بودندی، اعجمیان هم اصل او یعنی ترکان خاتون قبایل اتراکن که ایشان رو قنقلی یا قنقلی خوانند و ترکان خاتون به سبب انتمای نسبت جانب ترکان رعایت نمودی و در عهد او مستولی بودند و ایشان را اعجمیان خوانندی. از دلهای ایشان رحمت و رحمت دور بودی و ممر ایشان به هر کجا افتادی آن ولایت خراب شدی و رعایا به حسن ها تحسن کردندی الى آخر. اینم از جامعه تواریخ بوده. پس اینا ترکایی بودن که در زمان ترکان خاتون اومده بودن و بستیت پیدا کرده بودن. از لشکر سلطان اورانیان که هم از قبل اعجمیان بودندی بعضی در رکاب سلطان بودند. به قاطر بوقو پیغام دادند که پای ثبات بیفشارد چندان که لشکرها به هم رسند ما خود روی برتابیم و پشت بنماییم. بر این اعتماد قاطر بوقو بازگشت روز آدینه ششم ماه جمادی الاخره آخره این سال صف کشیدند. اورانیان سلطانی از پس قلب در آمدند و بونه را غارت دادند. لشکر اسلام در انهزام افتادند. بسیاری در زیر شمشیر هلاک شدند و بیشتری در بیابان از سبب گرما و تشنگی دفین خاک گشتند. سلطان بعد از 18 روز به خوارزم رسید و در آن وقت که سلطان چرا جنگ کردن اینا؟ مگه قرار نبودیم بره اینا رو به خلیفه تقدیم کنه؟ اون قضیه که تموم شد الان برگشته خوارزم، اینا شرق خوارزم. مشکل توضیح نداده، گفته بر نیت قضای قاطر بوقو فلان شد. این نه اینو نمیگم. قبلش با وزیر خلیفه چرا این تو پروبازی در آورد دیگه؟ وزیر گفت بیا به من سر پروتکل با هم توافق نرسیدن. آره. گفتش که تو باید پیاده شی، اونم گفت من نمیشم. فقط سر همون. آره. اصلا کلا وزیر اومده بود در واقع مذاکره کنه که یه قسمتایی از فتوحات اینو بده به وزیر بده به بغداد، بعد همون نرسیده شروع کرد پروبازی در آوردن. بعد اینم چون دیپلماسیشون بر مبنای عزت بود زدن خلاصه سیستم رو به فاک دادن. خب کجا بودیم؟ روز آدینه به خوارزم بودم. وقت که سلطان نیت این قضا داشت، یونس خان به اعلام توجه لشکر بغداد به جانب عراق معتمدان به برادر خیش ملک شاه فرستاد. یونس خان کجا بود؟ بودش این هم ها؟ یونس خان پسر سومیه که گذاشتش توی عراق. آره. معتمدان به برادر خیش ملک شاه فرستاد و از او استعانت طلبید و ملک شاه به التماس او روی به عراق نهاد. پیش از وصول مدد برادر، یونس خان خود لشکر بغداد را هزیمت داده بود و مال بسیار گرفته. برادران در همدان به یکدیگر رسیدند و بعد ما که یک چندی مصاحبت نمودند و عیش و نشاط کردند، ملک شاه بازگشت. چون به خراسان رسید، ارسلان شاه را در شادیاخ به استنابت مثال فرستاد. استنابت یعنی چی؟
به نیابت گماشتن. آره جانشین خودش فرستاد. حالا جالبه مملکت ایرانه، بعد ترک و عربا با هم دعوا دارن. زمان قدیم بوده دیگه. ارسلان شاه را در شادیاخ به استنابت مثال فرستاد و بر راه خوارزم روان شد و به خدمت پدر پیوست و از غیبت او در نشابور مواد فساد تولد کرد. سبب آن که جماعتی شیاطین آسا که در روزگار سلطان سلیمان آثار دست تسلط ایشان از ظلم و جور مغلول بود و شمشیر فکر کنم منظورش اینه که روزگار سلطان سلیمان آثار. درسته حق خودت. سلطان یعنی همین تک، هر وقت میگه سلطان این تکش. آره سلیمان آثار یعنی دارای کارایشون سلیمان هم فکر. آره اونو که میدونم، منظور اینه که سلطان به تکش برمیگرده کماکان. آره خب جماعت شیاطین آسا که در روزگار سلطان سلیمان آثار دست تسلط ایشان از ظلم و جور مغلول بود، یعنی دستشون بسته بود، درسته؟ آره پول و زنجیر بود. آره و شمشیر غشم و حیف از قراب ارادت نمسلول. خشم یعنی ستم. ها؟ خشم یعنی ستم ظلم. حیف هم همون معنیو میده. خراب هم که نیام شمشیره. نیام شمشیره دیدم برکشید. مسلول یعنی برکشیده؟ اوکی. اینو من باید اصلا نمیدونستم شمشیر آدم یاده مسلول چیز بیمار میفته. ولی خب این مسخره است دیگه، مسلول چیز جلیه. آخه اون مغلول هم آدم یاده مغلول میفته میخوره برم دیگه. شمشیر قشموهی پس قراب ارادت نمسلول با پسر توغانشاه سنجرشاه که سلطان او را در حزن عاطفت و حسن رأفت تربیت میفرمود و به واسطه دو وسیلت که ثابت داشت به مثابت فرزندان صلبی استمالت جانب او میکرد. آنه و به واسطه دو وسیلت که ثابت داشت به مثابت فرزندان صلبی استمالت جانب او میکرد، یکی آنکه مادر او در حباله سلطان بود و خواهر سلطان بعد از دختر در خانه او از ادبار وقت و نحوست طالع به تسویل آن جماعت بر خلاف سلطان در پرده خلاف جنگ می ساختن. خیلی پیچیده شد. چقدر جمعهش ناجوره. اینجا هم وقت نداشته، همینجور تونتون سر قاطر می نوشته می رفته. معنی جمله رو دارم من. گفته یعنی سنجرشاه پسر توغانشاه که سلطان به دو علت او را چون فرزند خود می داشت، یکی این که مادرش در عقد سلطان بود و دوم این که خواهر سلطان پس از دختر سلطان در عقد او بود، فریب آن جماعت را خورد و با سلطان مخالف شد. فریب اون شیاطین آساها رو خورد. در واقع اینجوری فرزند صلبی است. یکی آن که مادر او در حباله سلطان بود و خواهر سلطان بعد از دختر در خانه او از ادبار وقت و نحوست طالع به تسویل آن جماعت بر خلاف سلطان در پرده خلاف جنگ می ساختن، بر آن که بانگ آن بیرون نیاید و تا به وقتی که میمنه و میسره و پیش و پس برافرازند این اندیشه ظاهر نگردد و بر وفاق این خلاف مادرش از خوارزم به نشابور زر و جواهر می فرستاد تا اکابر و معارف شهر را به مال مغرور کنند و رای ایشان را از منهج راست دور اندازند. خود سر ایشان فاش شد و سنجرشاه را به خوارزم خواندند و بعد از آنکه چشمهای جهانبینش را میل کشیدند موقوف کردند
و نور بصر او به کلی منقطع نشده بود و او آن را اظهار نکرده و این رباعی او راست. چون دست قضا چشم مرا میل کشید، فریاد به عالم جوانی برخاست. یه بیت رباعیش نیست. آها. آها. یه بیتش تو پاورقی گفته. آره، تا چرخ مرا به بدگمانی برخاست، دل از سر کار این جهانی برخاست. چون دست قضا چشم مرا میل کشید، فریاد ز عالم جوانی برخاست. خواستم بگم چشمش خوب نمیدیده، یه بیتشو یادش رفته. ببین ما چی میگی؟ این ربایی دیگه توی این قرنها سیاق جدید خودش رو پیدا کرده که مثل سوم هم قافیه نیست با اونا. قبلش اینجوری نبود دیگه، تو قرون ماضی قبلتر چهار تا مصرع هم قافیه بودن، اینجا دیگه سیاق جدید پیدا کرده. برای خیام بیشترش مدلیه درسته؟ نه، بیشتر اونایی که خیام چیزن، اصیل خیامن که حالا از 18 تا تا 40 چند تا، 18 تا شما مثلا میگن خطن و برها میری با اینجور بلاتر و بلاتر تقریبا همه شون چهار تا مصرش هم چیز قافیه داریم. تا بعد از یکی از ملاک ها برای اینکه بدونن اصیل یا اصیل نیست همینه. یکی از ملاک هاشون همینه که زمان خیام هنوز رمایی ها چهار قافیه داریم. چه بار خیلی دیگه محدودیت زیاده. تا بعد از یک چندی عمرا و ارکان دولت، یعنی ببینید هم وزنش چیزه، هم چهار تا، هم کلا چهار مصرعه، هم چهار تا قافیه شکلی باشه. یعنی واقعا اگه حرف حساب بزنی کار درسته. خب یه مشکلی که داشتیم بود که خب اینترچنجبل می‌شدن دیگه، یعنی توی چیز خیلی جای مصرعا عوض می شده. اومدن این سومی که خارج از چیزه یه تحولی بوده انگار توی رباعی، چون یعنی جای اون سومی رو دیگه ثابت اونجا نگر می داشتن، ولی انگاری در زمان این چهارتایی ها گاهی اوقات جا به جا می شدن با هم دیگه تو ضبطای مختلف. ببخشید کامنت اومدم. عالی بود. تا بعد از یک چندی عمرا و ارکان دولت به وسیلت ایشاج، ایشاج یعنی بستن متصل کردن. اوه، من داشتم فکر میکردم لغت اشتباه تایپیه، من فکر کردم اسم کسیه. یا اشتباه تایپیه یا اسم کسیه. به وسیلت شما چی داریم؟ ایشاج؟ ایشاج ما اتشاج دارم ته بشه. یه کلن این نصفه که دسته همه شون چیز هست، اون حالت خاصه. خدا اصلا ایشاج نداره، یه اتشاج داره به معنی به هم پیوستگی. ببین گفته که گفته ایشاخ ابساخ انساج. بازه هست که اصل متن یا ایشاج بوده از باب افعال، یا اتشاج از باب افتعال. از وشجت بکه قرابتن فلان وشجن انشبکت و رحمون واشجتون و شیجتون متشبکتون متسلبه. ولی آنچه از نظر است نه ایشاج و نه اتشاج هیچ کدام در لغت نیامده است. اتشاج رو که اصلا لغتنامه ده خدا مثالش هم از جهانگوشای جوینیه، ولی این نیست. یک جمله اتشاج قرابت اکید و اشتباک موالات از فلان، ولی گفته اتشاج. حالا اگر همین معنی که گفتیم رو بپذیری، متصل کردن رو بستن، معنیش واضحه دیگه. عقد و وصلت میکردن، دختر میدادن با هم دیگه که ایشاج و وصلت و اشتباک قرابت شفیع شدن، یعنی قرابت هاشون رو با هم مثل توری ببافن به هم. تا او را مخلی کردند. یعنی چی؟ رها کردن. آه. و اقطاعات که داشت بر او مقرر گردانید و بر این جملت بود تا به وقتی که به بهانه‌ای ملک الموت اجل موعود در رسید و ذالک فی شهود سنت 95 و 500. و در این مدت که چشم او را میل کشیده بودند، کسی ندانسته بود و اون نیز کسی را بر آن مطلع نگردانیده،
تا به حدی که خانگیان او نیز بر آن حال هم واقف نشدند و بر هر خیر و شری که می رفته است تعاور می نموده و از آن عبار ها تعاور خود را به کوری زدن آها تعاور می نموده و از آن عبار نمی داشته. عبار یعنی چی؟ همون معنی کوری اینا باید بده. عبار هم داریم ما به معنی کوری. عبار میشه عبار. آها. آره من داشتم به عبار فکر کنم. تعاور می نموده و از آن عبار نمی داشته و العاقل و یکفیه الاشاره. چطور شد؟ حالا احتمالاً لخمخ می شده دیگه. آه؟ آره ناجوری می کردم. آره دیگه به حسابی که این کوره جلوش همه کار می کردن. دست زده به جای مختلف مثلا. آره. عجب آدمی بوده. آقا ولی حالا یه چیزی. این بنده خدا که کار خاصی نکرده که، یه مدت هم اینجوری بوده و بعدم مرده سال چند 595 آره. این قضیه کور بودن نصف نیمه شو کی فهمیده؟ چون به خانگیانش هم نگفته دیگه. یعنی اگه یه حرکتی کرده بود، یه استفاده اگه از این چشش کرده بود دکتر هاشم بود شاید دورتر مردم بشه. ممکنه آره. حالا این تعاور رو ده خدا نداره معنی به خودتو به کوری بزنی. میگه دست به دست کردن چیزی. اعور که معنای چیز هست یا باب تفاوله. بله. این ها که کنکوری های مرساز رو تو را به این راحت نمیتونی جای دیگه پیدا کنی. تعاور رو اصلا نداره هیچ به جز ده خدا یکیش فقط ده خدایی که داره اضافه کن اگه چیزش اوپن سورس اضافه کنیم معنی رو دست هم متعاور هم داره باز دوباره به معنی دست به دست گرداننده چیزی ولی به معنی خود رو به کوری زدن نداره چیزی هست در ده خدا نداره درست این مصادر باب تفاول در ذات خودش این معنی رو دارن دیگه وانمود مثلا تظاهر تجاهل همه این معانی را خودشون دارن و میدونی که اصلا این مصادر کلن یکی از زیبایی ها و قدرت های زبان عربی هم میدونی که از صد ها ویژگیش این معانی که در خود وزن هست در باب استفعال همیشه طلب چیزی کردن در خود معنای وزنیش هست یعنی که در مثلا ریشه لغت باشه حالا تو همین و قاطی همین معنایی که در باب تفاول هست و اون ریشه اعور و معنای کور قاطی کن معناش در این خدایش این قسمت از گرامر عربی خیلی زیباست آره فوق العاده آره سلطان بعد از وفات او روی به استعداد کار حرب و تربیت آلت طعن و ضرب آورد و به ترتیب آلت طعن و ضرب آورد و به استهزار عمرای و به استهزار عمرای و به استهزار عمرای اطراف به جوانب رسول بفرستاد درسته تا بار دیگر تدارک حادثه کند در اسنای آن خبر اختلاف کلمات عمرای عراق رسید در اسنای آن خبر اختلاف کلمات عمرای عراق رسید و سبب خللی که پسرش یونس خان را در چشم ظاهر شد و سبب خللی که پسرش یونس خان را در چشم ظاهر شد و معالجه آن میسر نه و سبب خللی که پسرش یونس درست یونس خان را در چشم ظاهر شد و معالجه آن میسر نه حالا مثلا جایی که باید علامت سجاوندی بذاری اشکالی نمی کنه مگر مکافات بود که حق تعالی فرمود که العینو بالعین آها اینو داره اشاره میکنه به اون چشمی که از این با بند خدا بمیر کشیدن از وی مراجعت کرد و میاجق را قایم مقام خود بگذاشت
و در بغداد باز لشکری به قصد عراق که سرور آن وزیر بود مرتب کردند. قتلغ اینانش به مدد میاجق به ری آمد و روزی چند مصاحبه یکدیگر بودند. ناگاه میاجق مغافصتاً قتلغ اینانش را بکشت و سر او را به خارت فرستاد به بهانه آنکه در خیال او خلاف بود. سلطان از آن عذر شنیع و قدر ظاهر متأثر شد و دانست که امارات اسیان است، اما اظهار آن صلاح ندید چون نوبت سیوم در سنه اثنتین و تسعین و خمسمئه عازم عراق گشت و وزیر خلیفه با لشکری در همدان چون به مزدقان رسید نزول کرد و بعد از روزی چند مساف دادند. لشکر بغداد جز استیمان پناهی ندیدند. سلطان بر عادت مستمر جان ایشان ببخشید و به اعزاز و اکرام تمامت ایشان را بازگردانید و پیش از مساف به چند روز وزیر که بر سر لشکر بود گذشته بود، اما حالت او را چنان مخفی داشتند که تا به وقتی که منهزم شدند بر حالت او واقف نگشتند. سر آن مرده ببریدند و به خارس فرستادند و این حرکت نه لایق مروت بود است و نه در خور سلطنت. و آوازه غلبه سلطان در عراقین شایع گشت و بدین آوازه کار سلطان عالی تر شد و از آذربایجان اتابک اوزبک از برادر خود گریخته بود نزدیک سلطان آمد، مورد او را عزیز داشت و همدان بدو ارزانی، و سلطان از آنجا به اصفهان حرکت فرمود و یک چندی توقف نمود. و این قطعه خاقانی راست، مژده که خوارزمشاه ملک سپاهان گره، ملک عراقین را همچو خراسان گره. ماهچه چتر او قلعه گردون گشود، مورچه تیغ او ملک سلیمان گره. خاقانی اومد بقیه شاعرها غلاف فرستاد. گردن کلوف ساختی مد هم میگه اینجوری مد میگه. عجب چیزی بود. اصلا دینامیک لاحسب. بعد از یک چندی بر عزم انصراف حرکت فرمود و پسرزاده خود اربوز خان ابن توقان چه میدونم تقدی را در شهر اصفهان بنشاند و پیغو سپهسالار سامانی را که از خواص او بود به اتابکی او بگذاشت. و چون به خوارزم نزول کرد منشور تفویض امارت خراسان به ناصرالدین ملکشاه فرستاد. آقا من ببخشید یه چیزی تو ذهنم رفته بود الان تو ذهنم اومد، این ماهچه چتر یه لغتی بود توی به حقی منجوق، این همونه فکر کنم، اون علامت ماهیه که بالای علمه، بالای سایبونه. چتر اینجا معنی سایبونه. آره اینجا معنی سایبونه ولی بالای علم هم میتونه باشه، یه چیزی شبیه هلال بوده. آره شبیه هلال بوده. الان هم توی این علم های مال دستای هیئت ها فکر کنم بالای بعضیش هست. نه فکر کنم هلال نماد اسلامه دیگه. آره دیگه. من اصلا فکر کردم تو این سامورایی ها دیدم اینو، تو این ارتش های ژاپنی اینا فکر کنم اینجوری. اونا یه خود افقیه فکر کنم، کامل دو شاخ، حالت دو شاخ داره. مال اسلام حالت اوریب داره. جا داره که در موردش تحقیق کنیم، در مورد زاویهش تحقیق کنیم. ولی به حال مال اسلام شاخ هم داره ولی خب چیز هم داره. و چون به خوارزم نزول کرد منشور تفویض امارت خراسان به ناصرالدین ملکشاه فرستاد و فرمود که به جانب مرو مرو که هوای آن نموافق مزاج توست. آه این جریانش چه میگه عفونت هوا؟ مثلا هواش چه جوری بوده که عفن بوده و ملت میمردن؟ عجیبه. احتمالا بیماری تا اونی چیزی اونجا شیوع داشت. غلبه هرس سید عقل او را سید کرد تا بار دیوانه بوده مرده تا بار دیگر
فضا خیلی سنگینه و خیلی 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 به شدت گیراد گار رفتش برای همین حکومت باشه بگیم امروز صبح ساعت 7:05 صبح صف نوروی بودم و یه پیرمرده مثلا 80 سال اومد نون بگیره، بعد همیشه مشتری نونوایی خونه کنار خونه به نونوا گفت، حالا زبون کردی خیلی باورزه تره، من مادر فارسی میگم، به نونوا گفت که سوزن زدی؟ من نونوا گفت که سوزن چی؟ من گفت سوزن بابا، منظورش واکسن کرونا بود. واکسن کرونا بگی سوزن بابا خیلی بابا. سوزن بابا زدی؟ سوزن بابا چی؟ مثلا یکی از این چی حالا بخشش بعد از اینکه ریکوردینگ تموم شد عقل را سعی کرد و بار دیگر عزم مرف کرد و آنجا رنجور شد، روی به نشابور نهاد، آرزه زیادت شد و علت غالب گشت و از آن آرزه از دار فنا به محل بقا کوچ کرد و کان از ذالک فی لیلت الخمیس التاسع من ربیع الاخر سنت 93 و 500. پس ناصرالدین هم در اثر همون اینکه سوزن بابا نزده بود از بین رفت. چون این واقعه گوشت سلطان را بکوفت، جزع و فزع بسیار که فایده ای نمیداد میکرد و عزیمت غزوی را که در پیش داشت مهمل گذاشت و چون پسران ملک شاه را در اندیشه وفاق اسیان و خلاف سلطان بود، نظام الملک صدرالدین مسعود هروی را به ضبط مهمات و تدارک مختلات به شادیاخ فرستاد تا پسران ملکشاه را بزرگتر ایشان هندوخان به خوارزم فرستاد و به تدابیر صایب هایجات فتن و حادثات زمن بدان ضبط تسکین پذیرفت. یعنی که پسرای ملک شاه هم قاعدتا به خاطر رابطه فامیلی که داشتن با اون یارو که کور شد جذب اون شده بودن دیگه، این اعتماد نداشت بهشون که اینا نیشابور دست اینا رسپورت. آه چی شدی؟ صدا من قد شد؟ نه بگوانا همین میگم، یعنی اعتماد نداشت بهشون دیگه، یعنی که اینا رو یکی یه سری از دشمناشو فرستاد با یه سری دیگه جنگ کنن؟ نه، یه کسی دیگر رو گذاشت چیز سلط، مثلا حاکم نیشابور این پسرها رو به یه لطایفی خواست خوارزم. درسته، به تدابیر صایب، درسته، حایجات فتن و حادثات زمان بدان ضبط تسکین پذیرفت و سلطان پسر دیگر قطب دین محمد را به تکفل و تدبر مصالح خراسان بر عقب وزیر مسئول بفرستاد. چون برسید وزیر فراغتی از کار حاصل کرده بود و فتانان را دفع. بعد از 2 روز در دوم ذوالحجه با خدمت سلطان مراجعت نمود و ملک قطب‌الدین به کار کفایت امور خراسان اشتغال نمود تا هنگام آن که میان قادر بوقو و برادرزاده او الب درک وحشتی افتاد. الب درک به جند آمد و به خدمت رسولان سلطان فرستاد. آقا این قادر بوقو همون قاطر بوقوه دیگه، همون که باش جنگ آره. کرده بودن و شکست خورد ازش. آره تبدیل تبدیل زیاده. آره اینجا یه جور دیگه خلاصه ضبط کرده اسم. آره اون همه دو صفحه قادره. نه دو صفحه بالاتر پاورقی نوشته که چرا من قاطر نوشتم به جای قادر و قایر و جایر و اینا، حالا یادش رفته اینجا قادر نوشته. نه اینجا هم یه چیزی زده که پاورقی کوچولوی زده، تو نسخه من هم که قایر بود اینجا قادر اومده. اینجا احتمالا اختلاف نسخه نبوده دیگه، خب دیگه نمیتونسته کاری بکنه که. البته اینجا فقط یه نسخه داره قادر یرقو، یه باقی نسخ قادر بوقو بودن. یه بعد بخ قزوینی چی کار کنه کاتب و چرت و پرت نمیسن. ولی بوقو یعنی آهو، قادر یعنی بزرگ، قادر بوقو یعنی آهوی بزرگ. با اوکی بوقو خان یعنی آهو خان، آهو خان.
معلم خب من یه خود دیگه بخونم بعدش دیگه فکر کنم روز تموم بشه ها سفرم تموم کنیم. معلم به حال آن که اگر از جانب سلطان مددی یابد قادر بوغو را از میان بردارد و ملک او سلطان را مسلم باشد. انتقام خشم از چشم زخم گذشته بر اجابت قوم اجانب باعث آمد احتشاد جنود و عقد بنود به جوانب رسولان فرستاد. احتشاد رو داشتیم یا نم رفته؟ یعنی لشکرارایی ها؟ آره مهیا کردن لشکر. بنود یعنی چی؟ بند ها؟ فکر نمی کنم. نه بنود؟ عقد بنود به جوانب رسولان همه فارسی بند اه بند ها اینه مثل فویوله. آره مثل فویوله این احتشاد و اگه یاد دومونه هشت و شعبی یاد دومونه آره آره هشت و شعبی داره. عقد بنود به جوانب رسولان فرستاد و ملک قطب‌الدین را از شادیاخ بازخواند. چون به خوارزم رسید در ربیع الاول سنه اربع و تسعین و خمسمائه از خوارزم به اتفاق روان گشتند و قادر بوقو بر قصد الدرک تا به جند تاختن آورد و وصول او به جند و ملک قطب‌الدین که بر سبیل یزک در مقدمه بود مقارن و موافق افتاد و تقدیر آسمانی با بخت سلطانی مطابق از جانبین مساف دادند و مصادمت نمود و قادر بوقو منهزم شد و ملک قطب‌الدین بر عقب او تا او را با اعیان و اجناد مقرنین فی الاسواد قرآن کریم سوره ابراهیم بسته شدگان به زنجیرها مقرنین فی الاسفاد به حضرت سلطان آورد و قادر بوقو را در سلاسل و اغلال در ماه ربیع الاخر این سال به خارس فرستاد و بر عقب سلاطین کامگار با مقر سریر ملک رسیدند. بقایای قوم قادر بوقو چون از او مایوس گشتند بر کنار درک یا همون الدرک مجتمع شدن. این سفرم بخونم بعد تموم شه ها. و بر تشویق و التهاب نایره فساد محتشد گشتن. سلطان تشویق دارم تو تشویق داری؟ من تشویق دارم. کلمه تشویق رو دیدین توی متون کهن؟ نه باید تشویق باشه. من نه مرشد و تشویش و التهاب نایره فساد محتشد گشتند. یعنی میگی تشویق چیز مندربردی جدیده؟ من ندیدم کلمه‌شو توی متون کلاسیک. یادم نمیاد. منم یادم نمیاد. تحریض میگن به اون معنا. حالا این نسخه من که هر لغتی گفته نسخه‌های دیگه چی نوشتن اصلا روی این هیچی نگفته. همه تشویش بودن. و تشویش و التهاب نایره فساد محتشد گشتند. سلطان به حکم آنکه الحدید و بالحدید یفلح یفلحو یعنی چی؟ یعنی آهن آهن رو میبره؟ آهن در برابر آهن مایه رستگاری میگردد. قادر بوقو را از ذل یا از ذل اسارت به عز امارت رسانید و بعد از مؤکدات مواثیق با لشکری بزرگ به درک کار الب درک فرستاد. یعنی پس احتمالاً درک بوده. می‌خونیم درک. اون آلب نیست، آلب مثل آلب ارسلان. چرا؟ آلب درک فرستاد. و سلطان به نفس خیش عازم خراسان شد و در سه‌شنبه دوم ذوالحجه سنه اربع و تسعین و خمسمائه به شادیاخ نزول کرد و بعد از سه ماه از آنجا بر عظیمت تدارک کار میانجخ که سبب امتداد مدت او در امارت عراق و اشتغال از ملاحظت احوال او سودای استبداد و استقلال در دماغ او راسخ گشته بود
و شیطان زلال در خیال محال او آشیانه ساخته و به اهبت و عدت مستفاد از دولت سلطان مغرور و فریفته گشته، متوجه عراق شد و زمستان آن سال در مازندران توقف نمود و اول بهار عزیمت مبادرت به امضا پیوست و میانجق با لشکر بسیار که جمع کرده بود چون آوازه دریای در موج یعنی حرکت عساکر سلطان بشنید، با دل خیش تثبت را در تصور نتوانست آورد و به غایت هراسان و مستشعر گشت و در مصلحت کار خیش پریشان و متحیر ماند و سرافرازی و پایداری محال عقل بود. با اندک قومی که با او مانده بود دو نوبت سلطان او را گرد عراق بردبانید و او در میان این به اعتذار و استغفار رسول می‌فرستاد و از خوف التماس ترک استهزار می‌کرد. التماس ترک استهزار می‌کرد. چون سلطان را محقق شد که او دل راستی ندارد فوجی را بر عقب او چون باد روان کرد تا مغافصتن به سرش فرود آمدند و اکثر اعوان او را به شمشیر درآورد با چند معدود تا فیروز راه قلعه فیروز کوه گرفت. با چند معدود نافیروز. آها درسته، من اینجا تا دارم ولی درسته. با چند معدود نافیروز راه قلعه فیروز کوه گرفت و پیشتر از این آن قلعه را از قواد سلطان به خدیعت و مکیدت در تصرف خود آورده بود و اون جماعت را که از قبل سلطان بودند قتل کرده و خواص خیش را با ذخایر و اموال بسیار در آنجا متمکن گردانیده. چون لشکر سلطان بر عقب او آنجا رسیدند به محاصره آن مشغول شدند و به زخم منجنیق به قهر و قصر او را بیرون کشیدند و بر شتری بستند و به قزوین به نزدیک سلطان آورد. سلطان بر زفان حجاب انواع صنایع و بر زفان، خب من میخوام دیگه دست دیگه ها، و به قزوین به نزدیک سلطان آوردن نقطه، چون اصلا دیگه آره اینجا شده، چون اگه بخوام بخونم دوباره گرفتار میشیم. آره گرفتار شد دیگه، حالا چه به سرش میاد در اصل بعد آره.